خب حالا که ما کلاسترمون آماده است، میتونیم ازش برای رندر شبکه استفاده بکنیم. شما چه از طریق خود کامپرسور این کار رو انجام بدید، چه توی فاینال کات بیاید سنتو کامپرسور رو بزنید یا شیر رو بزنید و از اینجا کلاسترتون رو انتخاب بکنید، تفاوت آنچنانی نمیکنه. یعنی عملا همشون کار رو برای یک مجموعه میفرستن و آماده میکنن. توی موشن هم باز به همین صورت، اگر شما سنت تو کامپرسور رو بزنید باز همین اتفاق میفته. خب من اینجا یه فایلی توی کامپرسور دارم که میخوام تبدیلش بکنم و اون فرمتی رو که میخوام بهش تبدیل کنم اینجا درگ میکنم و سابمیت رو میزنم. شما اینجا همونطور که میبینید یک کلاستر وجود داره که من از دیس کامپیوتر گذاشتمش روی امیرز کلاستر. نکته جالبی که در مورد کامپرسور وجود داره اینه که شما توی دستگاه های دیگه اگر اپل کیو مستر رو روشن کرده باشید و شیر هم کرده باشید و حالا توی این سرویسز اونلی باشه، اما کلاستری درست نکرده باشید و در حقیقت شیرینگش انجام بشه، یعنی اینها رو انتخاب کرده باشید و استارت شیرینگ کرده باشید ولی خود کلاستر رو درست نکرده باشید، هم میتونید از کامپرسور استفاده بکنید و میتونید این تبدیل رو به اون دستگاه بفرستید و مستقیما اون براتون این کار انجام بده. برای این کار شما میتونید بیاید توی آدر هاست رو بهش بدید و اد رو بزنید و خب ادامه داستان. اما از اینجا که ما خب کلی زحمت کشیدیم توی درسمون که کلاستر درست کنیم و درسمون اصلا مبحثش مبحث رندر شبکه است، خب من اینجا طبیعتا امیرز کلاستر رو انتخاب میکنم و سابمیت رو میزنم. همونطور که شما میبینید این قسمت به کامپرسور اضافه میشه، اما من از بچ مونیتور استفاده میکنم برای دیدن درست اونها. همونطور که اینجا مشخص هست الان کامپیوتر داره این تصویر رو آماده میکنه برای رندر شبکه. من یه بار اگه ریفرشش بزن بکنم و ریفرش رو بزنم، خب هنوز آماده نشده ولی کم کم داره بین دستگاه ها این کار رو تقسیم میکنه، میسنجی که کی چقدر توان داره و تا چند بله دقیقا. حالا ما میتونیم ببینیم که چه اتفاقی داره اینجا میافته. اگر ما اینجا رو نگاه بکنیم شما میبینید که ما دو تا دستگاه داشتیم، یکیش کینگ بود و یکیش مکبوک. پس امیرز مکبوک اینجا یک بخشی از کار رو داره انجام میده و کینگ یک بخشی. همونطور که شما میبینید 4 تا سی پی یو که ما روی هر دستگاه دو تا دونه داشتیم درگیر هستن و دارن کار رو انجام میدن. اون نکته ای هم که بهتون گفتم شما 4 تا احتمالاً CPU خالی میبینید که کار نمیکنن، همون رندرهای شما که اصلا جای نگرانی نداره، طبیعیه و باید اینطوری باشن. خب یه مدت زمانی طول میکشه تا این کار تموم بشه و در نهایت اون جایی که شما تعیین کردید خروجیتون رو برای شما قرار میده، در عینی حالی که خب زمان کمتری از شما تلف میشه، از تمام سیستم هاتون برای رندر استفاده کردید و در این حال کارهاتون رو میتونید انجام بدید و به هیچ وجه جلوی کارتون رو نمیگیره.